بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض السلام مجدد. قسمت دوم برنامه که راجع به ستارگان در گرد خورشید محمدی است، امروز راجع به امیر المؤمنین عمر ابن خطاب که آخرین جلسه، چون اینجا در این برنامه ها ما فقط یه نکات بارزی رو ذکر میکنیم و الا میشه روزها و هفته ها و ماه ها درباره هر کدوم از یاران محمد از زندگیش عرض به خدمت شما برنامه گذاشت. باز اینجا من مشکل فنی دارم، متاسفانه. باز اینجا یک مشکل، امروز یه مشکل فنی رو من نمیدونم چطوری حل کنم. یک لحظه. با سلام مجدد. امروز راجع به تواضع و فروتنی عمر ابن خطاب دومین قهرمان اسلام حرف میزنیم. عادتش اینطوری بود، همچنان که از پیغمبر آموخته بود علیه السلام، هر جا که مجلس میرسید اونجا مینشست، هر جا که وقت خواب میرسید روی حصیر میخوابید، روی شین میخوابید، زیر سایه درخت میخوابید، هر اون چی که به اوج پیدا میشد میخورد، گوشت خشک، نمیدونم نون با روغن، هر چی که پیش میامد. یه روز دید یه پیرزنی یه باری رو حمل میکنه براش سنگینه، اومد ازش گرفت و کمکش کرد تا بهش رسوندش. او پیرزنه گفت که ای فرزندم، خدا بهت خیر بده، تو از عمر مستحق‌تر به خلافتی. عمر چهره شادمان شد، کاملا خندید. اون نمیدونست که این عمره. یه شبی تنهایی رفت بیرون تا مردمش رو سرپرستی کنه، تا دنبال راحت مردمش باشه. تو قصرها نمیخوابی که صدها نگهبان و نگهبانی بکنن. خیلی عجیبه این قصه رو آدم میخونه، نمیدونه اینا افسانه حقیقته ولی به افسانه شبیه تره. آقا امیرالمؤمنین ایران روم و از صحنه گیتی برداشته، طرحی نو در انداخته، طرح محمدی، میاد اطراف مدینه، میبینه که از دور یک آلونکی هستش که صدای زنی میاد، صدای ناله زنی میاد، نزدیک میشه، میبینه که مردی بر در اون آلونک وایستاده و از صدای زن فهمید که این داره وضع حمل میکنه. این بدو از کجا آمده خدا دانه، از صحرای، از بادیه، اینجا هم غریبن، کسی ندارن. عمر به سرعت رفت منزلش، به دخترش، به دختر امام علی که همسرشه، ام کلثوم، میگه ام کلثوم خداوند اجری برات آورده، میخوای این اجر، میخواهید به عمل نیک رغبت دارید؟ گفت بفرما. خیر. گفت زن ناشناسی است، داره وضع حمل میکنه و کسی نداره. گفت اگه بخوایی من حاضرم، دختر علیه. عمر بلند شد،
اون چرا که بر غذا و خوراک لازم داره اینا رو برداشت، یک تک پارچی رو برداشتن که کودک و نوزاد رو درش بذارن، گفت بیا با من. آلونکی در اطراف شهر همسر امیرالمؤمنین داخل میشه، چکار بکنه؟ تا دایگی بکنه زنی رو که اصلا نمیشناسه. و امیر المؤمنین خارج از آلونک وایستاده، سه تا سنگ گذاشته پهلوی هم و غذا درست میکنه. این مرد همسر نگاه میکنه و چقدر سپاسگزاره که این وقت شب این نعمت خدا از کجا برامان آورد. شاید اینم مثل همون پیرزن میگفت که این آقا بر خلافت از عمر بهتره، مردم کسی رو دوست دارند که خدمتشون بکنه. ناگهانی صدای کودک در داخل آلونک بلند شد. ام کلثوم ناگهان فریاد زد: ای امیر المؤمنین، بشارت بده به مرد. این بدو، این عربی بدو غافلگیر شد، دهشت کرد. یعنی چی امیر المؤمنین یه چیکار میکنه؟ میخوادم کلمه امیر المؤمنین رو به دهنش بیاره، نمیتونه از حیبت و از غافل این غافلگیر شده. عمر کامران ملاحظه میکنه، میگه نه، سر جات وایستان، قضا رو براش میاره و غذا رو میده به ام کلثوم، میگه که بده به خانم غذا بخوره و بذار سیر بشه. بعد که سیر میشه دیگو باز میگردانه، بقیه غذا رو عمر بر میداره میده به شوهر، به اون عربی، میگه بخور و سیر بخور که شب طولانی داشتید و زحمت افتادید. بعد خودش رو با همسرش باز میگردن، میگه به اون شوهر زن، یعنی به اون عربی، میگه که فردا بیا تا از بیت المال برات حقوقی تعیین کنم و برای این کودک حقوقی تعیین کنم. این همون خواب پیغمبره که میگه من در خواب دیدم که یک دلو از چاه میکشم و بعد از اون ابو بکر بود یکی دوتا کشید و بعد از اون عمر بود که به شدت اونو کشید. که این حدیث در بخاریه. شمار با خدا این وقایع در زندگی کدوم امت و کدوم ملت میشه دید؟ در ایران قدیم، در روم قدیم، در دموکراسی جدید؟ اصلا در ذهن آدم اینا خطور میکنه؟ اینها همه حسناتی از حسنات محمدن که چنین مردانی تألیف کرده و لعنت خدا بر اونهایی باد که اینها را نفرین میکنن. یک بار در عمر داشت راه میرفت در راه های مدینه، بچه ها داشتن بازی میکردن. عمر صاحب هیبت بود، وقتی دیدنش این ور اونور رفتن ناپیدا شدن. یکیشون وایستاد، یک کودکی وایستاد که عبدالله بن زبیره، همون شهید مکه، همونی که انقلابش بر علیه امویان از انقلاب امام حسین پیروزتره، لیکن شیعیان ازش اسمی نمیبرن. مکه و مدینه رو گرفت اصلا، تا اینکه در مکه اعدام شد. بعدها عبدالله بن زبیر اینجا کودکه، عمر بهش میگه ای بچه جوان، چرا مثل بقیه فرار نکردید؟ گفت ای امیر، نمیگه امیر المؤمنین، ای امیر، من ظالم نیستم که از ظلمت بترسم و گناهکار نیستم. تو ظالم نیستی که من از ظلمت بترسم و من گناهکار نیستم که از مؤاخذت بترسم و راه من تو رو بس میشه، راه یعنی وسعت داره، مسافت زیاده. در هیچ عهدی این همه قهرمان یک جا جمع نشده
آنچار که پیغمبر اینها رو پرورانده. قابل تصور یه بچه کودک به امیرالمومنین میگه امیر، امیرم میخنده هیچ، بعدم باش گفتگو میکنه میگه تو ظالم نیستی که من از ظلمت بترسم، من گناهکار نیستم که از مؤاخذت بترسم، راه هم بزرگه من تو رو جا هست. یعنی عمری که پادشاهان زمین از اسمش میترسیدن، تاجهاشون جلو پاش افتاده بود، لیکن اموال دنیا مثل جوی جلوشون جاری بود، اهمیت نمیدادن. یه گروهی از عراق دی اومدن دیدنش و از احناف بن قیس با اونا بود، دیدن هوا خیلی گرم، گرمای تابستان مکه و مدینه، عمر مشغول علاج شطره، از شطرهای مسلمان ها، شطرهای صدقه. بعد تا چشمش به احناف بن قیس افتاد گفت که بیا امیر المومنین رو کمک کن. احناف بن قیس تابعیه و شطرهایی که مال صدقه، مال امته، مال یتیمانه، مال مسکینانه. یکی از همراهانش مبهوت شده میگه خدا امیر المومنین ببخشه. خب یک برده ای میتونست این کار تو انجام میدی انجام بده، میگه از من برده تر کسی هست؟ کیست که از من برده تر باشه؟ بردگی خداوند، بندگی خداوند. و دوباره کارشو ادامه میده با این عظمت و با این تواضع و این همه خدمت. این مثال ها را در هیچ امتی، در هیچ تمدنی، در هیچ تاریخی جز تاریخ مسلمانان پیدا نمی کنید. ولذا سگان و درندگان امروز به شما فحاشی می کنند. و با عظمتی که داره، اموال ایران و روم و دو قدرت اون جهان زیر پایشه، از زخارف دنیا بیزاره، میره به طرف شام. به نزدیکای شام که میرسه، اهل شام اومدن استقبالش. این شخصی میبینه که اونو میبینه که سوار شطوره، یک پشم خشنی هم رو شطور هست، پاهاش آویزونه و یه لباس کتانی داره به اصطلاح که پر از سوراخه، نشناختش. ازش میپرسن که امیر المومنین کجاست؟ موکبشو ندیدید؟ میگه امیر المومنین جلوتونه. او اینا فکر کنه جلوتونه یعنی رفته جلوتونه، خودشو هم اسمشو نمیگیره. تا اینکه خبر میرسه که امیر المومنین رسیده به فلسطین، به ایله. اونجا میرسن به امیر المومنین، غافلگیر میشن، مبهوت میشن که امیر المومنین این همونه که ما قبلا دیدیمش، که سوار شطور بود و نشناختیمش، که گفت جلوتونه. وقتی که داخل فلسطین میشه، یک اسبی رو برش میارن با یک رخت جمیل، زیبا و شیک که مناسب مقام خلافت باشه. قبول نمیکنه سوارش بشه، میگه این شیطان از من دور کنید. بهش میگن که اینجا کسی سوار شطور نمیشه، اینجا جای اسب هاست. خب پس این زینت ها را ازش دور کنید. همون پشمینه خودشو میذاره روش، همون پشمینه را که هم جای لحافشه و هم جای تشکشه و هم جای مخده چیشه، لحافشه. وقتی اونایی که در شهر، در بیت المقدس به استقبالش میان، فرماندهان لشکر، عمرا، میبینی که سوار اسبان همشون با زیور زینت،
عمر از سواریش پیاده میشه، از مش خاکوشین بر میداره میندازه روشون، میگه خاک بر سرتون، هنوز 2 سال نگذشته شما اینجوری به دنیا مبتلا شدید، اینجوری به فتنه افتادید، شکمو شدید، به زیور زینت دنیا آلوده شدید. یک شبی داشت راه می رفت در مدینه، دید یه زنی یک مشکی رو پر از آبه، یه مشک بزرگی رو دوششه و میره نزدیک میشه، ازش سوال میکنه، میفهمه که این بچه داره، عیال داره، خادم نداره. میمونه شب فرا برسه تا مردم دور بشن، یعنی بیاد این مشک شو پر از آب کنه و برگرده. مشک ازش میگیره، به دوشش میذاره، به دوش خودش، و اون زن نمیدونه این کیه تا اینکه به خونش میرسه. وقتی مشکو بهش میده میگه فردا صبح برو پیش عمر یه خادمی برات رو چیز کنه، پیدا کنه. این زن میگه عمر کارش زیاده، من کجا عمر رو پیدا کنم؟ گفت نه شما برو انشالله پیداش میکنی. و فرداش میره، میگه این انسان خوبیه، من نصیحت خوبی کرد، بذار برم. میره پیش عمر، یه لحظه میره پیش عمر اونجا، باز مبهوت میمونه. ای میگه تو همونی که دیشب بودید؟ عمر میخنده، بعد دستور میده که هم نفقه شو بدن و هم یه خادم براش از بیت المال معین کنن. اینها نمایشنامه نیست، اینها واقعیت های زندگی در میان صحابه. با تواضعش به خاطر طاعت به خدا یه اعمال انجام میداد و برای خدمت به خلق. همین عمر که یک روز به یک از پرماندهانش گفت اگر یک دوزی رو پیشت بیارن چکار میکنید؟ گفت که بر طبق شر بهش رفتار میکنم، دست رو میبرم. گفت که اگر یکی از رعیتت پیش من بیاد که گرسنه باشه یا بیکار باشه، من دست رو میبرم. خداوند ما رو اینجا نشونده تا گرسنه ها رو سیر کنیم، عورتشون رو بپوشونیم، کار براشون پیدا کنیم. اگر بر مردم این کارها رو کردیم بر ما دعای خیر میکنن. این دست ها پیدا شده تا کار بکنه، اگر در طاعت کار پیدا نکنه در معصیت کار پیدا میکنه. قبل از اینکه این دست ها به معصیت کار بکنه به طاعت وادارشون کن. این حرف ها و این اعمال هزار و چند صد سال قبل از اینکه حقوق بشر پیدا بشه، حقوق بشری مردم بهش برسن، فرزندان رشید اسلام اینها رو انجام داده اند. و خیلی مهمه که انسان بر جوان ها، بر مردم، وظیفه دولتی که بر مردم کار پیدا کنه، وظیفه دولتی که جوانان ازدواج بده، خانواده براشون تهیه کنه، خانه براشون تهیه کنه. شبیه این کارها رو الان دولت های غربی انجام میدن. قرآن وقتی میگه و ان کل ایام منکم مجردانتون رو ازدواج بدید، چه زن چه مرد، ایاما ایم هم به زن مرد گفته، مجرد هم به مرد مجرد گفته میشه. کسانی که ازدواج نکردن اونها ازدواج، یعنی وظیفه جامعه، وظیفه دولته. این واو جماعته، یعنی جامعه مسلمان، دولت مسلمان که نماینده جامعه مسلمانه، یکی از واجباتش اینه که
که برای جوانان خانه و ازدواج و کار فراهم بکنه. وقتی کار پیدا بشه، وقتی خانه بشه، جوان خود به خود به ازدواج میره. اگر نه، سیغه بازی رایج میشه، زنا رایج میشه، بچه های غیر مشروع رایج میشن و اون موقع میشه جامعه، جامعه بزهکار. چرا با جلو حرمت ها رو گرفت؟ چرا مثلا ربا حرامه؟ برای که پول شما از پول در میاری، کار نمی کنی. لیکن وقتی کار میکنی چندین نفر رو رزق و روزی میدی بدون اینکه خون مردم بمکی. ولی خدا این سخن عمر خیلی دقیقه که این دست ها پیدا شده تا کار بکنه، اگر نه در حلال کار پیدا نکنه در حرام کار میکنه. و بیکس والیانش نصیحت میکنه که هرگز در تو به دیگران نبند، درت باز باشه. خب امروز مثلا شما مدیر مدرسه هستید، مدیر بیمارستان، مدیر یک نهاد دولتی هستید، اگه مردم به راحتی بتونن بیان پیشت، نگهبان و دربان نداشته باشید، بقیه نمیتونن دزدی کنن، پولیش ازشون خبر میشه، پولی شکایتشون میکنن. اما اگه در تو بستید بدون که صد تا دزدی میشه و خبر نداری. اینها همه قدوهایی هستند که ما شما اینها رو باید بر خودمون اسوه خود بگیریم، زندگیشون رو سرمشق خود بگیریم. اینها همچون که این کائنات قرآن صامته و قرآن کون ناطقه و پیامبر قرآنی بود که راه می رفت، مسلمانان اصلی ایجاد کرد که یارانش باشند، نسل اول باشه. و لذا پیامبر می فرماد که علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی، به سنت من و به سنت خلفای راشد مهدی من چنگ بزنید. یک بار عمر شخصی رو دید که گردنش پایینه، شلاقی دستش بود زد دوشش، گوشه سر تو بلند نمی کنی؟ چرا دین ما رو میمیرانی؟ دین ما عزیزه، دین ما ذلیل نیست، چرا سر تو بلند نمی کنی؟ سر تو بلند کن، این دین اومده برای سر بلندی، نه برای خضوع و خشوع. الان نگاه کنید، مذهب پست پرور، ذلیل پرور تشیع و تصوف را که چطور مردم در برابر قبرها ذلیل میکنند، الان زنده ها به جای خودش، در مقابل مردگان چطوری مردم را ذلیل میکنند، چطوری خار میکنند. مشکل اینجاست. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. از این لحظه هم اسکایپ رو باز میکنم و هم وایبر رو.
السلام بر شما، بفرمایید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفرمایید جناب علی. جناب مولانا بفرمایید. ابو محمد هست. آقای ابو محمد از گوشی ها بزرگ واجه. بفرمایید. بله. خب. بله. آی تهرانه، آی چه تهران باشه چه اصفهانی نگوشت، ولی شما توانی چه مدیر بانک جوست بکنی، توانی چه مدیر بانک جوست بکنی شما توضیح دانته سلامت بی توضیح دینشی. یعنی این مشکلات شما باید با مدیر بانک مطرح کنی که آیا روش کارش اسلامیه یا ربویه. آقای ابو حسین سلام بر شما، بفرمایید. الو آی ابو حسین بفرمایید. صدا ندارید. سلام بر شما، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید لطفا. آقای سعید از زاهدان بفرمایید. این زمانی که خامنه ای اونجا تبیه بود ایران شهر، پدر من مثلا از چیز دلسوزی براش دوتا پرواز میگذاشت شبی که کسی این وضعیت نکنه دیگه. این رژیم خمینی هم که اومد دیگه خودشو با نشست کرد، از این رژیم بعدش می اومد. بله. بعد هم از این پیر مردای ایران شهر هم من مثلا شنیدم که پول یک کیلو گوشت و 50 درم هم شیره میره خامنه ای گرفته و پولش هم نداده و دیگه گذاشته و رفته با خودش. بله. خیلی متشکرم از شما، خدا حفظ شما کنه و توفیقتون بده. قبل از بود اگر دیرزگاری پارتی قدیم لکرکو پاچی نزیکی دعفو و تیجارک با مفرزه خوشت ما با مفرزه که خون موجود تمام علماء و امینم بین دوائی حسب بفاسکیل دیم داره لفران جگه انتظارم بکن على وقت کبشون طبعا دجنه چی سرچیشی هبو لو منطقه یا که همون وقت او کمینی بو انده انا امیز مفرزه برده سر او که رنای عثمان یابهو لکاتی قصفی تاری ایرانی کانه که لقلای هولی ایدا امنی چی بعثی فی شچی چی فی اونا لبروی آنویز تر بهر شمیک ببیک و جنی ترنه مراتو بایی تو آبا قصفی تاری کجراو ام که امرا رشیده که پیزبرگی چی قدیم بو اگر سواری فاسکی لکن بو مدوی عصر حاتم بلا میش که مانده مزغوری شکاری خون بو وقت سلم حال بری گشتو متبد دیه اکی خصم اکی خون دجمن اکی خون افرادکان یا مسلح اکانی دل رو پشتی هم گردم که ابرا شاد بخیر حاتنی کردم ترقی لگر کرد من بردم یا شورا گایی بطرها پیوتم گایی منامی دامه و تی بچما بستی قادر عصمه و تم رم لیتش و تی کاشو که فکی کده و دای دستم و تی لامان را با حتا او که تی خود دای لیره بشت اویش مفرزه یک کرده سر ام امیش کمینی با او دارم هر دوشان یک جاش یک پیش مرگا
برام صفتی با خوبابیری خویان را گفتو هیچی شیر نجیان نارو و تیم تا شکر فکر خستنای خون پیش هموشت سید از یکیم کرد فی شککان دوائی حتا به علی خون لینکو ساعت یک پیش نجی بیانی که درگاکم به یواشی کرد و بوی درچن سیرکم خوی حرس مهداکو بیانی اوه جاشیش بو اوه اخلاقی کردواری بو پیش بیل قابل مو پیش ایم بو اخلاقا اگرین و جاری چکل مزگر تا فنور در گردو ساعت رچه چی دز و جرده قامی ششین که اتی شار باجن شارزای کو کارامل دزی شاید چوب و سر مالک رفیقه چی لگم خوی برده بو که روپنی مالکه همو پر کرده بو دزی چی کاراما سیرکا رفیقه که ماستی تو راخی داگر تو تخوار و ماستی تو رکو که تو تخوار دنی باشم بانجی کنو تی ساعت رچه ماستی چی خوش وره نزخواتی مده و تی با قزدم خورده ملیت خوار و تی بله و تی نما چی مالکه من کرد چون دزی رفیقتا که روپنکانی جلای و جگای خوی و مالکه هم بجه رشتات نداره اما اگر اینو با اخلاقی ساعت شرچه اگل مزگل تا لخاریجی مزگل دو هر نناو اما که امان ام اسلامت یستر لنو بدنو درونی ملتی خو مانا رو بشه لبر خاطری ام صفت و اخلاق غنزانه و دراسر و دراسر خوی مطمئن بیر مگر ایوه همون تانوالی که عمری لبیست بیستو پیش برون جورتره مگر من آنزانی همون وقتی مالک لأواره پیشوی چشتا که فرگا آوی چی زوتری تیر کدو بوی بتواله با پیشش دراوسی تری بباب بوی استا اگر دراوسی کد نانی بو هنائی آوی دایی تیر یا شورده چی بو هنائی جراتت هیر نی بخوی لطرسی او زهره که کرت خواردنی افتروا اگر پرتقانه چی دایی تیر لطرسی او زهره که بشریقتی اکره اویری بخوی لبر چی ام همو اخلاق ناشیری نانو لکرده دروز بون لبر اول باور با قیامت کم بوتوا قدر انسان و تو انسان مسلمان یا غیر مسلمان نمارا کابرا سی بیشه چی پیه اتوانه سی زلام لبر چای خوی زور به عادی هستی که تکی بکوشه خواه با زینای تو دو افرادی ها که رجیف سیبریان پیا و ارمتی خوی پاراستوا خواه با زینای تو دو سلام مرالانه که بزرف فراشتن و سرسوده کن بله خیلی متشکرم سلام بر شما بفرمایید زنده سوزاندن کودکان سوریه رو نگاه بکنید که داعش حاکم چیکار میکنه سلام بر شما بفرمایید سلام آقای مرزایی سلام بر شما بفرمایید منصور هستم از تبریز مزاحم میشم آقای منصور از تبریز مراحمید بفرمایید شبتون بخیر استاد خسته نباشید آقای بر شما بخیر سلامت باشید استاد قرار مزاحم یه سوالی داشتم از خدمتتون بفرمایید خواهش میکنم من با از یه ملای شیعه شنیده بودم که میگفتن این وهابیون میگن که به غیر از خدا در هیچ منطقه و احاطه وجود نداره مثلا فقط خدا هست که در هر منطقه وجود دارد این آخوند شیعه عزرائیل یا ملک الموت رو میسازد گفت بس چطور عزرائیل در همه جای مثلا جهان میتونه قبض روح کنه پس امامان ما هم اینطوری میتونن مثلا این ور اون ور بزن مثلا سبب سوال اینو مثلا جواب اینو بدونم مثلا خیلی واسم یک شبه بود چشم توضیح میدم و خیلی خوشحال شدم با تو نرده قربان شما سلامت باشید لطف کردید این قیاس مع الفارقه برکه جبرئیل رو خداوند از فرشتگان خلق کرده فرشتگان قدرتی دارند که انسان ها ندارن این یک دوم این که فرشتگان قاصد خداوندن لیکن امام ها قاصد خداوند نیستن خود همون فرشته میاد روح جبر روح امام میگیره روح پیغمبر رو میگیره چون اینا بشرن اونا جسم ندارن اونا روح هن عجب کنی و تازه
اونو قرآن گفته که ما قبول میکنیم. کجا قرآن گفته که امام ها همه جا هستن؟ قرآن میگه امام ها و غیر امام ها، همه بشر مرده، تمام شده رفت. اصلا اینه. سلام بر شما، بفرمایید. از این لحظه دوباره اسکایپ رو باز میکنم، وایبر رو باز میکنم. سلام بر شما، وایبر بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر، خوشحال هستم. اگر از این بحث خسته نباشید. علیکم السلام. تو آقای مسعود از کجا؟ از کرمانشاه زنگ زدم. آقای مسعود از کرمانشاه، بفرمایید بلندتر لطفا، صداتون ضعیفه. آقای دکتر عزیز، الان تو تقویم شیعیان تقریبا 10 روز دیگه، 15 روز دیگه ایام شهادت شیعیان هست و اینا شروع کردن به استادان، شروع کردن به تبلیغات و پوستور اینا. لطف بگید تو برنامه مثل پارسال یه برنامه در مورد شهادت فروغین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بذاریم که ما شیعیان با این افسانه دروغین بیشتر آشنا بشیم و بتونیم دوستان خودمون رو با این مسئله آشنا بکنیم که اصلا چنین چیزی وجود نداشته. پارسال که برنامه درست بودیم متاسفانه وقت زیاد گوش بدم و انشاءالله اگه قسمت شد امسال یه برنامه بهتری رو بداریم که شیعیان موضوع رو درک کنه که افسانه بوده و چیزی بیش نیست. با امید خدا. خیلی متشکرم از شما. آقای ابو حسین، سلام بر شما، بفرمایید. آی ابو حسین بفرمایید. صدا نداری جناب. آی ابو حسین صدا نداری. تاسفانه صدا نداری. سلام بر شما، بفرمایید. سلام با شما، بفرمایید. الو، سلام استاد. علیکم السلام و رحمت. بله. آقای سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم، حسین هستم از خوزستان. آقای حسین از خوزستان، بفرمایید. آدم الله زدیم خواستم شهادتین بگم. خدا قبول کنه، بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله و علیه الصلاة والسلام. چرا شهادتین گفتید آقای حسین و از که این فکر رو کردید؟ این جرقی از کجا شروع شد؟ آقای الله زدیم سال 90 هدایت یافتم، ولی اولین بار دارم با شما تماس میگیرم. خیلی هم سعی میکردم ولی نمیشد. آقای مولادا، شاید چیزایی که میدیدم جلو چشام به عقل جور در نمیومد، نمیتونستم حجمش کنم. میدونستم یه جای کار میلنگه، مذهب یه چیزی کم داره دیگه. تحملش برام سخت بود، باور نمیکردم، خودم باور نمیکردم، ولی خودم هم نمیدونستم که اصلا اهل سنتی هم هست یا چیزی دیگه هم. اصلا خودم اسلام واقعا همین شیعه هست که حتی به سرم میزد میگفتم اسلام اصلا چیز به درد نخور شاید باشه، چون که شیعه ها میدیدم یا محرم میدیدم که خودشون میدیدم، خوشم نمیومد از این مرسد. تا با امید خدا چند نفری که اهل سنت بودن می اومدم باشون بحث کردیم، حرف زدیم و خدا را شکر که درک یافتیم. خدا را شکر. آقای ملازه، دو سه تا نکته هم داشتم اگر اشتباه میگم
صحبت ما قطع کن. خواهش میکنم. میدم که زنگ میزنن خواهشن اول صدا تلویزیونتون رو قطع کنین. نه داره حرف میزنه فلانی بچه نه که داد میزنه صدا تلویزیون رو قطع کن. یکی دو میان آقا ملازده شما واقعا من حالا نزدیک دو ماه دارم زنگ میزنم نمیتونم موفق نمیشدم. خواهش میکنم اینا که مثلا دو بار یا سه بار شده قطعشون کسروی به خدا قسم ما دو ماه یه ماه دارم زنگ میزنم نمیتونم زنگ بزنم. خانم بله آقا ملازده امو یه نداریم سلامت باشید. خیلی متشکرم. خدا یارتون باشه. خدا من به شهادتتون برکت بده، به شهادتینتون برکت بده، به توحیدتون برکت بده و شما رو پیش آهنگ توحید در ایران بگردانه. آقای سلمان پارسی سلام بر شما، بفرمایید. سلام استاد، خراب شد. سلامت باشید. آقای سلمان پارسی هدایت شده. بله استاد، به ازن الله تبدیل میگم هدایت این دوست کنید خواهی قدم بشن. صدایی که به شما هست لطفتونی ببندید. نویزه؟ نه نویز نه. الان خوب شد؟ الان خوب شد. استاد من تبدیل میگم هدایت این دوستان انشالله صابر قدم باشن. امین یا رب. یکی این که استادی دوستان اون که الان گفت ازرائیل و ملک الموت خب الله توی آیات مختلف میفرمان که ملائکت الموت مثلا 28 نحل و 32 نحل و بقیه های دار جمع بسته ملائک الموت مثلا کسانی که فرشتگان جانشان را میگیرن. بله. مثلا درسته چون یه نفر که نیست یه فرشته نیست برای جان گرفتن یا یه دونه است. چون من الان شما جواب دوستان دادی برای من خودم سوال شد ولی چیزی که من خوندم یه جمع بسته میشه فرشته بارم. اون چی؟ اون آیه رو بخونی لطفا. 28 نهله یه لحظه بزن چشم من پیداش میکنم. 28 نهله من پیدا میکنم. بله با 32 نهله اینا چشم الان نگاهش میکنم. دست در نگاه با گوشین داشتم میتونم و سرم گوشین دارم تماس میگیرم نمیتونم. بله چشم الان نگاه جزاکر خیر. الله برک فیک. جزاک الله خیر. 26 نهله الذين تتوفاهم الملائكة هناك ملائكة اونها رو وفات میدن. ملائكه لشکرن لیکن اونی که روح میگیره فقط اون اسرائیله. دوباره 32 بله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. بله همینی که عرض کردم و چرک بنده میفهمم همینه. آقای ابو حسین شما صدا نداشتید. الو صدا ندارید. آقای ابو اسما بفرمایید. سلام علیکم. حضرت میگم به برادر من حسین. این آقا حسین ببین آقای ملا زاده مقدمه نیاورد شروط نگذاشت من میرم تحقیق میکنم یا چیز همینجوری نگاه میکنم به تلویزیون و در دل خودش تحقیق کن با عقل خودش موحد شد. اما آقای مرتضی از قوم گفت من تحقیق میکنم من چیز میکنم و بعدا شب آمد درباره قبر حرف میزن. واقعا این تحقیقه شما برای درباره قرآن قرآن بخوان اگر میخواید تحقیق بکنید. ولی من آقا ملاده و تعجب میکنم چند سال من نگاه میکنم به تمام تلویزیون های رافضی ندیدم یک روز برنامه درباره شرک و توحید بذارن. نمیدونم میترسن این اند کلمه پیروانشان بگوین توحید چیه یا شرک چیه. این میترسن ای از این آقا ملاده. من از این برادران میگم برادران عزیز آیتی هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد میگه یا القرآن میگه یا ربی این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ای خدای من
پیروان من این قرآن شما گذاشتن کنار، این متوجه بشین. ولی من از این آقایان میپرسم چرا وقتی میرین به حج این حرفان نمیگین درباره وقتی میرین به مکه، نمیگین لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک، اینا نمیگین؟ از چی میگین؟ میگین لبیک یا حسین، اینا میگین خوب. آقای ملازاده عزیز، اینا هیچ حرفی ندارن. خواهش میکنم کسی که بخواد تحقیق بکند نمیاد شروط بگذارد برای تحقیق. اینا دیگر انقدر باشون وقت تلف نکن. خدا حافظ. خدا حافظ شماش. وای بیر، سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم ملا صاحب. سلام. سلام علیکم ملا صاحب. علیکم سلام رحمت الله، بفرمایید. حال شما خوب ملا؟ سلامت باشید، بفرمایید. خب من هستم، از کرج تماس میگیرم. بله بفرمایید. آقای ملا، من همیشه زنگ زدم و پیام دارم. من دوربر 10 سال یاد داشتم، اما برام معافی، الان 1 سال گذاشتمش کنار و از امشب من سیگار گذاشتم کنار. یه جایی تهران نگهبانم کرج برام دعاتون کرد. متوجه نباشتم، برانتر توضیح بدیم. متوجه نشتم چی داشتید گذاشتی کنار؟ آقای مواد بله. حالا 1 سال و 1 ماه گذاشتم کنار، برام دعا کنن که دیگه دنبال شدم و سیگار هم میکشیدم، از اونجا سیگار هم گذاشتم کنار، برام دعا کنیم انشاءالله. بعد یه جای هنگ تهران نگهبون آقا مولا بلوچم، بله بلوچم التسامن هم، برام دعا کنی که از شر محافظت بشیم انشاءالله. آمین یا رب، آمین. خدا توفیقتون بده انشاءالله. دست در نکنه. سلامت باشید، خدا یار شما باشه. خداوند دستان رو بگیره و این که مردانه با ایمان و با همت تونستید اعتیاد رو ترک کنید، سیگار رو ترک کنید و شیطان رو ناراض کنید، کار رو خوبی کردید. خداوند دستان رو بگیره و تلویزیون های توحیدی رو نگاه کنید، روز به روز بر دینتون و بر علمتون بیفزایید و بر ایمانتون بیفزایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. وقت بخیر، حال شما خوبه؟ سلامت باشی شما. خسته نباشید. من علی هستم از کرج تماس میگیرم عزیز. آقای علی از کرج. بله بله. بعد میخواستم ببینم اینا میگن ما رفتیم تحقیق کردیم، رفتیم تحقیق کردیم، پروفسور الان مثلا علمای اهل تسنن بزرگوار در حد مثلا دکترای اهل تسنن، دکترای فقه و اینا دارن، همه دارن شیعه میشن. مثلا آقای تیجانی وقتی شیعه شده یه بچه بوده، دکتراش کجا؟ یه بچه صوفی بوده، یه بچه آقای تیجانی وقتی شیعه شده یک بچه، یه جوان بوده، جوان 17 18 ساله و شاید هم کمتر، که صوفی بوده، دکتراشو بعداً گرفته. اجازه بدین، اجازه بدین، اجازه بدین، اجازه بدین. دکترا و مقتراش ایناش اگه دکترا داره، من که نمیدونم دکترا داره، ولی که فرضاً اگه دکترا داره بعداً اینو گرفته. در ایران که احمدی نژاد هم دکترا میگیره دیگه، تیجانی به جای خودش. چرا کتاب بر علیه شیعه نوشته بود؟ نه یک کتاب بر علیه شیعه ننوشته، دروغه. یک اصلا در حد آقا اجازه بده، در حد نویسندگی نبوده، خودش میگه در مقدمه کتاب آنگاه هدایت شدم اینو میگه، در این وادی ها نبوده اصلا، رفته عراق. آقا صبر کن، آقا یمنی صبر کن، یه موضوع تمام بکنی. این آقا رفته عراق، در نوجوانی شیعه شده، بعدا شیعه بلندش کرده. تازه این کتابه هم که نوشته، این کتابه هیچ کدومش ما رو اون نیست، کتابه رو شیرازی ها و دیگران نوشتن به اسم رو تمام کردن، ما باش مناظره کردیم، اصلا در سطح این کتاب ها نیست. خب ولی جا یه لحظه چرا مراجع شیعه سنی میشن؟ چرا آیت الله برقعی مرجع بزرگ شیعه؟ چرا آیت الله آقا چرا نمیتونی گوش کنی؟ چرا نمیتونی گوش کنی؟ چرا نمیتونی گوش کنید؟
چرا گوش پس صاحب کن دیگه سوال آقا سوال کردی جواب بشنو. چرا آیت الله حسین معید چیه؟ چرا آیت الله حسین معید از خانواده صدر چرا سنی شد؟ چرا؟ آقا برقی که شیعه شد دیگه آخر هم که میگه این دروغه رو برشو شما اینقدر احمقید که اینطوری با تو بازی میکنن؟ که شیعه شده؟ شیعه نشده شما دروغ میگید قزوینی پلی دروغ میگه شیعه شده کتاباش چی؟ یه کتاب بیاری که برات تزنو نوشته باشه اینقدر شما سبک عقلید که عقلتون رو تسلیم این درندگان کردید که اینجوری مسخره تون کنن؟ آقای برقی دوباره شیعه شده ببین از بیعقلی شما سوء استفاده میکنن. سلام بر شما بفرمایید. الو بله بفرمایید. سلام احوال شما. سلامت باشید. سلام احوال شما. خودتون رو معرفی کنید. من معصومه هستم از شهر قزوین. خانم معصومه از؟ شهر قزوین. از خوزستان. بله بله بفرمایید. ملا زاده بفرمایید. آجا ملا زاده ما محبت نداریم شمارت را تو اینترنت گیره بودیم بله. و میخواستم اول از باتون تشکر کنم و برنامه خوبتون. سلامت باشید. قربان شما. خیلی برنامه خوبی داریم رو به نظرم نایت میکنم. من خودم الان یه هستان خواستم به دین شما بیارم سنی بشم بچه که بکنم. همین حرفایی که میشنوید عمل کنید شهادتین بگید و توحید موحد بشید و شرک های و بدعت های شیعه رو رها کنید. والا ها چقدر مالی کنم میگیرم این پدر دارم از صبحیه یعنی خیلی اذیت میکنه. میشه شما برم حمایتش کنید یکم باش صحبت کنید؟ نه من باش صحبت نمی کنم. خودش اگه بخواد سوالی داره بفرما. بله آخه نمی بارم از کنی بشم. میگه اگه تو کنی بشی تو می بارم صدا شما رو من به خوبی متوجه نمیشم متاسفانه، لیکن اگر اذیتت میکنه به هر حال دین برای خداست نه برای پدر. باید حرف خدا رو گوش کنید. سلام بر شما بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سوال داشتم خدمتتون. الو ابن حالک تو سوال داشتید؟ ابن حالک خبیث تو سوال داشتید؟ برای گام شو کسافت این همه فحاشی کردید باز اینجا میایید؟ برو از اون شریفی بیشرف تقلید صدا یاد بگیر. سلام بر شما بفرمایید. الو سلام با شما بفرمایید. سلام های ملا زاده. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید. من محسن هستم از تهران. آقای محسن از تهران. یه سوال داشتم خدمتتون. بله. شما چرا عمر خطاب رو بر حضرت علی برتر میدونید؟ برای که خود علی برتر میدونست. بلکه خود علی برتر میدونست و منگهی این از اصول ایمان نیست. شما که علی و عمر رو اصلا نشناختید روز قیامت کسی بهت کاری نداره. قطع کردی خودت قطع کردی. سلام بر شما بفرمایید. علیه السلام علیکم استاد گرامی. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. ابراهیم از کردستان. ببخشید که دوباره مزاحم شدم. خواستم راجع به اون گمراهانی که میان تو این شبکه از آزادی این شبکه سوء استفاده میکنن و شما رو به داعشی و عربستانی و دشمن خواهش میکنم اینجوری حرف نزنید. اینجوری حرف نزنید. خواهش میکنم. سلام بر شما بفرمایید. سلام استاد.
سلام با شما، بفرمایید. استاد من دیشب زنگ زدم خدمتتون، یه بحثی کردیم با هم ولی متاسفانه قطع کردیم. یعنی میخوای همه برنامه رو بدم به شما؟ نه تا بی نهایت؟ نه شما به نظر من شما کم آوردین قطع کردیم. بس هیچ، بس خدا حافظ شما. آره دیگه اینجوری میخوای وارد شی؟ کم آوردی کم، تو این مجهول کیه که من کم بیارم؟ برو مولاتو بیار. سلام بر شما، بفرمایید. وای بر، سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ولی موری گوشی بزور میکن. بفرمایی. چه اسم کتا؟ بفرمایی. تو که؟ بله بفرمایی. خب. چشم، توضیح دهیم. پشتشون میشه نماز خونده که نصیحتشون کنید. اگر از مولایی عالمی چیزی دیدید که در شأنشون نیست، نصیحتشون بکنید. اما با مجردی که انسان از کسی کار بدی دید نماز پشترش جایز نیست؟ نه، اینطوری نیست. سلام بر شما، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خسته نباشید. سلامت باشید، حال شما چطوره آقای محمد؟ قربونت برم. ای آقا چند هم زنگ زدم گفتن استاد شما کم آوردین. خودشنا ابراهیم از خوزستان معرفی کردم، اسمشنا یادم رفت، میخوام کار دارم. درسته؟ آره فکر کنم، آره فکر کنم، نمیدونم یادم نیست. خواستم ای آقا بجم تو تماس نگرفتی، شماره آقای ملازاده را گرفتی؟ استاد ملازاده چه اتاق فرمان نداشت که داشت؟ خود استاد ملازاده تلفن رو جواب داد، یعنی شما مستقیم اومدی رو ای گفتی من ابراهیم از خوزستانم. خب آقای من کارمی شیرازی، میتوند این کارو بکند یا نه؟ میتوند مستقیم این شماره رو بگیره؟ تو چه دیدی استاد ملازاده اتاق فرمان نداره؟ با چشی خودت الان دیدی؟ خودت چه نمیتونی گول بزنی چه؟ اگه اتاق فرمان داشت، بله تو حق داشتی بخوای استاد ملازاده اتاق فرمانش مکان شیراز یا وصلش نمی کنه، میشناسندش وصل، ولی وقتی دیدی استاد ملازاده خودش داره گوشی جواب میده، خب مکان شیرازی هم بیاد مستقیم روه بگید من مکان شیرازی هم، صداشم مشخصه، همه میشناسندش. اگه استاد ملازاده صداشو قطع کرد، اون موقع حرفی تو درسته، اون موقع حق با شماست. ولی وقتی اون آقا اصلا زنگ نزده، آقای قزوینی زنگ نزده، هیچ کدوم از مراجع زنگ نزدن، تو نمیتونی این حرف رو بزنی. تو یه آدمی عادی استاد ملازاده چه ببخشین بی کار نیست چه بیاد با تو مناظره بکنه، چه این همه داره هزینه میکنه، این همه داره وقت میذاره، با هزار بدبختی تو کشوری غربت نشسته، چه بیاد با یه آدم های مهم مناظره بکنه، چه چهار تا آدم میشناسندشون، نه با هر چه. بعدش هم شما بیا محترمانه صحبت کن، استاد به ایت اون موقعت نمی کنه، حتی اگه مخالف باشی. حالا تو طولی برنامه ببین اونایی که مخالف هم با احترام صحبت میکنن، استاد بعدشون نمی کنه، یه حرفی بزن که مردم لعنتت نکنن برادر عزیز. استاد ببخشی و مزاحم شدم، خواهش میکنم، سلامت باشید. دیشب بعد از برنامه هستی؟ بدا. الو؟ دیشب بعد از برنامه این شریفی بیشرف زنگ میزنه میگه که شما رو دو کوچه اوورتر میشناسه، برعلیه شما بدگویی کرد. سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. الو؟ سلام بر شما، بفرمایید. خطا نباشه دکتر. سلامت باشی جناب علی. من اکبر بودم از کرمانشاه. آقای اکبر از کرمانشاه، بفرمایید.
آیا تو شما که میگه مولا نمیان با شما مناظره کنن، شما با علایاری مناظره نمیکنید؟ علایاری برای که انسان بی شرفیه، برای که انسان پستیه. وقتی با اسم خامنه‌ای که اگرچه من دشمنشم ازش میگرم، میگه کجاشو جرایی کرده، با چون انسانی آدم بیاد بیشینه حرف بزنه؟ کسی که یه بیشرفتره. برو خفشو بچه. با چون انسانی من با انسانی حرف میزنم که زن پیغمبرش روسپی بدونه؟ اینا خود اگه روسپی زاده نمی بودن به زن پیغمبر همچین اتهامی نمیزدن. الهیاری چه محلی از اعراب در تشیع کلان داره؟ الهیاری شد انسان؟ یه خاک بسر مذهبی که جز الهیاری کسی دیگه نداشته باشه، این شد مذهب؟ سلام علیکم. سلام و رحمت الله، حال شریف چطور است؟ خسته نباشید استاد بزرگوار. دکتر بخواستم جواب همین الان نمیخواستم خدمت شما الان مزاحم شم، جواب همین مردک که از الهیاری گفت من خدمت شما بگم. الان میکوبمش مثل کوپال بر سرش. این مردکه دجال الان خدمت شما. من داشتم در حال تکمیم این شعر بودم که جوابشو بدم الان. شاعر کوهی آخوندکی الله فراری نهاده نام خود الله یاری، به زیر نام الله گشته پنهان شده همکار شیطان این فراری. ز قهر مؤمنین چون رانده شد او، در آمریکا کند او تک سواری. چه دید نابود شود همچون شهاته، مقر دادش اسرائیل و یاری. برای تفرقه در دین اسلام بگیرد چند سوای چند دلاری. کند تزییر و تلویس و دروی برای ارزجاب و کسب کاری. خورد او چیره چون چوبان گله، یعنی میدونی چوبان گله چیه؟ خورد او چیره چون چوبان گله، شبا زوزه کند او بیقراری. فرا خواند نداند آن سوی دنیا، فرا خواندند او آن سوی دنیا. برای فتنه روزی سازه کاری، کند فحاشی و توهین در دین، بکوبد هر صحابی یا بخاری. چنان او بیخرد کلاش و بدگو، ندیده این جهان را همچه خاری. کند فرسوده او ایمان مردم، فریبت ساده لوحان این فراری. گرازاده بود این بی بزاعت، به فخر علم دوچار او هیده کاری. حالا در حال تقویم کتاب براش میسازم انشالله. خواهم اینو گوش کنه این بشنوه. جناب استاد بزرگوار، ما اینجا خاری تو چشمی اونایی، شما هم مثل کوپال دزنی در سرشون. سلامت باشید. با امیری باشه من در خدمتتون هم. سلامت باشید، خدا یار شما باشه. ولی من خواهشی که از شما دارم، شما انشاءالله شاعر توحید ایران هستید، لیکن هر کدوم از این شعرها رو در یک کلیپ بگذارید که ما همیشه اینجا تکرارش بکنیم. الان شما گفتید یک بار تمام بشه خوب نیست. سلام بر شما، بفرمایید. سلام مداد آقای دکتر، به خدا شما دوباره مزاحم شدم. شما چی فرمودین؟ گفتین علی شریفی به شما زنگ زده؟ بله، عرض کردم که این شریفی دیشب بعد از برنامه زنگ میزنه به تمام صدای دیگری، میگه که من آقای محمد دو کوچه اونورتر از من زندگی میکنه، من خوبی میشناسمش. دیگه شروع کرد بدگویی. گفتم برو پیکارت که من بله بله چه میدونم ادا در میاره دیگه، ادا در میاره. به نظر من صدای او بود، الان ممکنه کس دیگه باشه، ولی به نظر من صدای او بود. نه خیر، این علکی میخواد بدنامی کنه، میخواد همینجوری سوزن ایجاد بکنه. خدا حفظ نمکنه شاید. سلامت باشید، خدا حفظت کنه. خواهش میکنم، زنده باشید، خدا حافظ شما. خدا حفظ نمکنه. خدا حافظ. دوستدار توحید سلام بر شما، بفرمایید.
سلام استاد، ببخشید ببخشید مزاحم دوباره مزاحم شدم. خواستم بگم که با قدرت، ببخشید صدام هست؟ بله صداتون هست. خواستم بگم با قدرت ادامه بدید. اگر دیدین روزی که این فحاشان نیومدن، بدونید که طرفدار ندارید. بین خاطر گفتم آره، بدونید با قدرت ادامه بدید، ما همه گوش میکنیم، سراپا گوشیم. سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. تشکر میکنم، زیاد مزاحم وقتتون میشم. خدا حافظ شما میشه. سلام بر شما، وایبر بفرمایید. وایبر بفرمایید. سلام علیکم جناب دکتر. علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید. یوسف هستم. آقای آقای یوسف بفرمایید. جناب دکتر، من یک ملاحظه در و حضرت آدم علیه السلام در جایی که الله گفته فتلقى آدم ربه كلمات من التواب عليه انه هو تواب رحيم، این قصه در زمان رخ داده که حضرت آدم علیه السلام دارای فرزند و ذریتی نبوده، وقتی که ابلیس توانست اونها را بفریباند، خب دیگه وارد گناهی شدن، خب توبه کردن، الله سبحانه وتعالی دیگه توبه اونا را پذیرفت. اینجا مشخص نیست که آدم هنوز ذریتی از صلب آدم غیر از حضرت آدم و حواء علیهم السلام کسی دیگه نبود. الا هر کسی با ادعای خودش بخواد بر خدا یا بر مسلمان ها دروغ ببنده، میتونه بگه که آدم متوسل شده مثلا به هر کسی، هر یه انسانی انتخاب کنه، بگه آدم علیه السلام توسل شده به هر شخصی که مورد محبت اون انسانیه که میخواد دروغ بگه. خب این که اصلا هیچ دلیل نداره، هر آدم بیسوادی هم تشخیص بده که اصلا آدم مرتکب گناه شد، الله سبحانه وتعالی خودش یعنی دستورش داد که توبه پذیر هستم. اصلا هیچ دلیل و مدرکی نیست که آدم متأثر شده به هیچ انسان. در اون زمانی که قبلن من گفتن نمیخوام تکراری ذریتی نداشت، ولی شیعه مگه میخواد اینو بفهمه؟ مشکل اینجاست، مشکل اینجاست، آخوند شیعه نمیخواد بفهمه. خیلی متشکرم از شما. مشکل اینجاست. سلامت باشید. آقای دکتر علی حسینپور حسینزاده بفرمایید. حالتون خوبه آقای دکتر؟ سلامت باشید. بله خدمت مبارکتون عرض کنم. شما امروز مطلبی باید. الو. بله بفرمایید. صدا میاد؟ واضحه. بله بله. شما امروز یه مطلبی رو عرض کردید، اونم این که به حساب اصحاب، حضرت علی خودش گفته که عمر و ابوبکر از من بهترن. من خواستم سند اینو لطف کنید کجا هستش ما هم بخونیم اینو. امروز اینو که من عرضی نقد کردم، حرفم این نبود، اینو در سوال در جواب یکی از بینندگان گفتم، لیکن اگه مدرکشو میخواید در نهج البلاغه براتون خواهم آورد. اگر دوستانم اگر الانم دوستان کسی میشنوه میتونه مدرکشو به من بده، لینکشو به من بده. خب بفرمایید. بله یک چیز دیگه ای هم وجود داره، اونم این هستش که اختلافاتی که وجود داره متاسفانه این اختلافات باعث شده که مسلمان ها بیشتر به همدیگه بپردازن تا اینکه در رابطه با کفار و مشرکان حرف بزنه. نه نه مسئله این نیست. ببین شما مسئله رو اینطوری نگاه میکنید، ولی مسئله حقیقی این نیست. مسئله اینه که یهود از روزی که شکست خورده در لباس تشیع مسلمان ها رو مشغول کرده با شیعه، یعنی تشیع رو با اسلام درگیر کرده، ولی امامت رو کی درست کرد جز اونها؟ ما اینطوری نگاش میکنیم و علتی که الان به سر صلیبیت و صهیونیسم به سر
با از تشیع سرپرستی میکنن و چند تا دولت هم بهش دادن، دقیقا همینه. آقای دکتر ببینید، شما یه بعضی مواقع راست و به حساب اون چیزی که راست نیست رو با هم قاطی میکنید. مثلا یه واقع این هستش، ببینید عرض کنم خدمتتون، اینکه شما بگید ایران حکومت ایران امریکایی 100% غلطه. نه من نمیگم امریکایی است، نه اجازه بدید، اجازه بدید، من نمیگم امریکایی، میگم به سرپرستی آره دقیقا همون، یعنی حقیقت اینه که اگر امریکا اجازه نمیداد، ایران نه در سوریه، نه در عراق، نه در یمن مسلط میشد. اگر امریکا مگه دیوانه که آمده عراق بگیره بعد بده به دست ایران همجور مفت مجانی؟ نه نمیدونست که ایران میتونه اونجا نفوذ کنه. آقا نه اشتباه میکنید، اشتباه میکنید. ببین اینا ندیدن یه لحظه، اینا ندیدن مسائله. بلکه ایران قبل از اینکه امریکا عراق رو بگیره، ایران نیروهایی رو که تربیت کرده از حزب الدعوه و مجلس اعلا و بقیه کوچک و بزرگاش در اختیارش گذاشته، در کنفرانس صلاح الدین، در آلمان، در همه جا در اختیارش گذاشته، با کمک اینها عراق رو گرفته. و به این خاطره که آقای رفسنجانی و آقای خاتمی و دیگران میگن که اگر تهران نمی بود کابل و بغداد سقوط نمی کرد. این دیگه پوشیدنی نیست. بفرمایید. ببین آقای دو، یه چیزی عرض کنم خدمتتون. ببین آدم حرفی چه میزنه در محضر خدا باید جوابم بده. منم عرض کردم خدمتتون، نه به یه جای وابسته ام، نه از کسی میترسم تو حقیقت گفتم، هیچ مشکلی هم ندارم. ببینید اگه بیایید مثلا در رابطه با اشکالات که در سیستم وجود داره صحبت کنید، این اشکالات ما هم میدونیم خیلی هم زیاده. اصلا فساد همون نجاستی که من عرض میکنم دیگه داره یواش یواش به حساب عامی میشه. ولی اینکه شما بیاید بگید که سیاست ایران با سیاست امریکا یکی دست به دست هم هستن تو منطقه میخوان مشکل ایجاد کنین، حرف غلطی. آقا این نظر شماست، همه دنیا بر این متفقه. این نظر شما بل. همه دنیا بله این هستش که میگن آقا شما چرا سر به سر امریکایی ها گذاشتید، چرا اصلا از فلسطین دفاع میکنید؟ یعنی مردم یا نمیدونید شما یا اگه نه ببین فلسطین ببینم شما یه لحظه، مگه حافظ اسد قذافی از فلسطین دفاع نمیکردن؟ فلسطین شده یه قضیه تجارتی، فلسطین به این خاطر ایران ازش دفاع میکنه که این از دست عرب ها برابایه و این کارو کرده. تا حدی هم متاسفانه با اشتباهات حماس با تا حدی هم موفق شده برای که مشروعیت پیدا کنه. اگر مسئله فلسطینی بود، ایران در میان ملت های عربی مشروعیت پیدا نمی کرد، ولی سوریه همه اینا رو رسوا کرد. شما و من در یه جای راحتی نشسته ایم، اون بچه های فلسطینی که در مقابل صهیونیست‌ها وایستادن و خون میدن، شهید میدن، اونا واقعا وارث اصلی اون سرزمینن. خب اینه که مگه سوری ها باشه مگه سوری ها وارث ببینه اینا سخنگوی اونها میاد میگه فقط از ایران داره از ما حمایت. آقا اینا شعار سیاسیه. مگه سوری ها وارث و سوریه نیستن؟ مگه عراقی ها وارث عراق نیستن که ایران و مزدورانش اونا رو لطپار دارن میکنن، قتل عامشون دارن میکنن؟ مگه اونا مسلمان نیستن؟ عرض کنم خدمت، ببینید یه جایی وارد شدن، این یه نقشه ای هستش که من الان سایتشو براتون میدم، از 30 سال قبل برای خاورمیانه توسط صهیونیست کشیده شده که خاورمیانه رو تجزیهش بکنن، اول از سوریه شروع بکنن، عراق رو به 3 قسمت. اول تشیع آلت دسته باشه فرضا تشیع آلت دسته، یعنی اون چه یه لحظه اسرائیل در این 60 سال نتونست کاری را که تشیع در زدن مسلمان ها بکنه انجام بده. تشیع در این 35 سال کاری کرد که روی اسرائیل رو سفید کرد، روی امریکا رو سفید کرد. یعنی تشیع ابزار دست اون هست. اگر در این پراکندگی و در این بله روی به حساب برای اسلام ضربه زده، خودتون هم میدونید، همه هم میدونه این داعشه. اگر این حرفا چیه؟ ببخشید این شعار سیاسی رو شما دکترید با این حرفا رو بهتر میفهمیدید. داعش چیه؟ داعش نتیجه تندروی و افراط ایران و امریکاست. داعش نتیجه تندروی اونهاست. بله. ولی حرف من اینه که حرف بنده اینه که ایران و تشیع و دولت‌های شیعه
ابزار دست امریکا برای متفرق کردن منطقه هستند. حرف من اینه و هم این نقش تاریخی تشیع در طول تاریخ، خیانت و جنایت، و اینجا مقصود از تشیع روحانیت و احزاب نه عموم مردم. آقای علیزاده سلام بر شما، بفرمایید. سلام، شبتون بخیر استاد، خسته نباشید. صداتون ضعیفه، سلامت باشید. صداتون ضعیفه. می‌خواستم اگه امکانش هست در مورد آیه 98 سوره انبیا برای من توضیح بدید. دوباره بفرمایید. آیه چند؟ آیه 98 سوره انبیا. چشم، با امید خدا. از کجا تماس میگیرید؟ از هرمزگان. چشم، خیلی متشکرم. با امید خدا. خدا حافظ شما باشه. آیه 98 انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. و شما و همه اون چه که عبادت میکنید از غیر خدا هیزم جهنمید و شما درش وارد میشید. اون چه که عبادت میکنید، اینجا نقطه ایه. اگر معبود راضی باشه با عابدان در جهنمه، اگر نه راضی نباشه نه. مثل حضرت عیسی علیه السلام راضی نیست که عیسی میان بپرستنش، علی و اهل بیت راضی نیستن، نبودند که شیعان او رو بپرستن، لیکن اینها اونا رو میپرستن. لیکن اینجا چون خودشون راضی نبودن اونها اهل جهنم نیستن، لیکن مؤاخذه میشن در مرای عام، اتمام حجت میشه. یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله. عیسی ابن مریم یا اینجا تو به مردم گفتی که من آدم را خدا غیر از خدا بگیرید؟ و عیسی جواب میده که نه، من کجا این حرفا کجا. سلام بر شما، بفرمایید. بله برداشتم، بفرمایید. بله، خواهش میکنم. بله، میتونید. بله. بله. در نماز مقصودتونه؟ در جای کار. در جای کار درست. خب تابستان چیز نازک بپوشید، چیز نازک زیر لباس رو بپوشید. نه میشه انشاءالله. نه میشه اینجا تابستان اروپا که تابستان نیست. خواهش میکنم، سلامت باشید. خیلی متشکرم. خدا حافظ شما. خدا حافظ. سلام بر شما، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. سلام بر شما، بفرمایید. مصطفی هستم از کردستان، مخلص شما. آقای مصطفی از کردستان، بفرمایید. جناب ملازده، هر شبت که ما الان با این چند تا از این بچه های خوز کمپین ترک اعتیاد نشستیم، اینا الان تشخیص دادن این آقای دکتر به احتمال 95% اعتیاد هم دارن، شناسایی کردن. عجب. والا از صداش اینجوری معلوم نمیشه. از صداش اینجوری معلوم نمیشه. نه، از چهرهش
خوب اینا خیلی واردن دو کارشون، عضو چیزن تفقیل ترک اعتیادن. آها نمیدون احتمال 95% داره که نه، ولی مشکل عقیدتیش از اعتیاد خیلی بدتره. الان فرضاً معتاد باشه یا نباشه، مشکل در اون شرک و در اون ولایت و در اون قلوبی که در تشیع هستش، ایشون کاملا بهش معتقده. مصیبت اینجاست. بله راضی به این نوعین فحاش هم دیگه به خدا واگذارشون میکنیم. آقای ملازاده پدر ماست، مادر ماست، برادر ماست، بزرگ ماست، هر چی داریم ازشون داریم. ما سلامت باشی، استغفر الله، اینجوری نگی. خدا حافظ شما. هر چی داریم از خدا داریم، اینجوری نگی. آیا ابو محمد سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلام عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز و بینندگان محترم. خیلی خوشحال شدم که صدای گرمتون رو شنیدم استاد. خواستم در مورد همین حرفایی که این دوستمون در نمیدونم ایران هست یا هر جا هست در مورد ایران و آمریکا حرف میزد، میخواستم این بگم. از خامنه‌ای بگیر تا کوچکترین فردشون که توی نظام باشن، خودشون رو با آمریکا فروختن. این حرفا چی میزنید؟ خودتو گول میزنید یا این که فکر میکنید همه مثل شماها خل هستن؟ اسم از جنایت داعش میادید. ما افتخار میکنیم، من خودم کردم، کرد عراق هم هستم، افتخار میکنم که از مجاهدان دولت اسلامی هستم. حالا سگها در هر جای این دنیا هر اسمی میذارن بذارن، ولی میخوام یه چیزی بگم استاد. اینا به مقدسات خودشون احترام نمیذارن. حالا توی یه سایتی شمشیر امام علی که 35 سال در دست صدام بود که اینا صدام رو نمیدونن کافر رو نمیدونن، هر اسمی واسش میذارن میذارن، دستش بود نذاشت که یه خبیثی دستش بهش برسه. ولی وقتی آمریکا عراق رو تحویل اینا داد، همون سگشون در حزب دعوه ابراهیم جعفری همون شمشیر رو تحویل رامستال داد اون موقع. حالا توی خود سایت ها، یعنی جالب اینه توی سایت های خودشون، سایت های شیعه عراقی عکس رو پخش کردن. یعنی تو چی میگی؟ باشه من یه سوال دیگه از این مرد دارم، اگر خودشون مرد نیرو رو شرف داره، چرا وقت این نیروهای آمریکایی به عراق حمله کردن و عراق رو اشغال کردن، سیستانی یه فتوای جهاد ضد آمریکایی ها ندار؟ چرا وقتی آمریکایی ها با کفش میرفتن توی مسجدهای مرقد امام علی و اینا توی این نجف، اینا غیرت اینو نداشتن یک کلمه حرفی بزنن؟ چرا اون موقع فتوای جهاد نمیدادن؟ ولی اینا حالا سگهاشون رو میفرستن جوونا، یعنی خدا شاهد استاد اینا غیرت اینو ندارن که بیان رو در روی اونایی که اسلحه دستشون رو به جنگن. اینا فقط زورشون به زن و بچه و پیرمرد و آدمای بیگناه میرسه. یعنی من میتونم ثابت کنم اینو، خدا شاهد، یعنی من خودم حالا تکلیت هستم دیاله. خب میدونی غیرتشون اینقدر غیرت ندارن که بیان اون جایی که یه مجاهد اونجا باشه، حالا اسم هر چیزی میذارن واسه شون بذارن، یه مجاهد اونجا باشه غیرت ندارن، خدا شاهد. یعنی بعد از این که هواپیماهای صلیبیت اروپا میان اون موقع اون جاها رو بمباران میکنن، وقتی برمیگردن غیرت هم ندارن تا اینکه نیروهای کردی رو میفرستن جاشو واسه شون پاک میکنن، بعد میان ما این کار رو کردیم، ما اون کار رو کردیم. در روستای پروانه که یه روستایی تابع صلاح الدین هست، همین سگشون که حالا رئیس هشت شعبی است، حادی آمری، خودش با زبان خودش با تصویر خودشون که خودشون ازش تصویر گرفتن، میگه مردم اون روستا یا روستا رو یعنی رها میکنن میرن آواره میشن، یا اینکه ما رسیدیم اون روستا دار و برد و با هم یکی میکنیم. این حرف خودشه. وقتی میرن اون روستا رو به تصادف خودشون در میارن، بعد از اینکه هواپیماهای آمریکایی و نیروهای پیشمرگه کردستان و سگای هشت شعبی و ارتش عراقی به اون روستا حمله میکنن، 70 جوون اون روستا رو میگیرن که خدا شاهده یکیشون اسلحه به دست نداشتن. چه در زمانی که حالا میگن داعش، منم بگم داعش، بخاطر اینکه من
خودم یه مجاهد دولت اسلامی هستم، افتخار میکنم. ولی اینا این سگا چی میگن بگم؟ یکیشون در اون موقع حتی به مجاهدان کمک نکردن، رفتن جوانهای جوانا رو گرفتن. این هم عکسشه، دست در نکنه که عکس رو ببین. این عکس همون شمشیری هست، شمشیر امام علی، 35 سال دست صدام حسین بود که موزه عراق نگهداری شده بود ازش. وقتی آمریکا این اونجا رو عراق رو اشغال کرد، این سگا ببین شمشیر رو دست کی دادن؟ دست سگهایی دادن که از خودشون خلیسترن. یعنی واقعا من خجالت میکشم که ببینیم اینو نگاه کن. اینم از یعنی نمیدونم باور کن، خندم میگیره که اینا رو میبینم. سرتون رو درد نمیارم استاد، خیلی خیلی خوشحال شدم که صدای گرمتون رو شنیدم. اگرم اجازه بدید بعد از برنامه 10 دقیقه وقتتون رو بگیرم خوشحال میشم. خیر باشه، شب خدا نگهدار، شبتون خوش. شب شما بخیر. ولی نصیحت بنده اینه که سرباز داعش نشید. داعش افکارش بسیار افراطیه، گروه اسلامی جهادی در سوریه زیاده و با افراطیون همکاری نکنید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. داعشی کسی بیا. سلام بر شما، بفرمایید. داعش با همه بدیهایی که داره، سگش خاک پایش به امامهای قم و نجف میارزه، با وجودی که ما زدشونیم. سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم جناب مولانا. علیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید. امگوک که بذار واجه؟ بله زورتون، بفرمایید. شما یه راندی زن میکرد نه؟ خب خب الان یه جایی لشکری رو کش مردمان بیاد میکنن لانچش مردمان تصرف کردن و کل مردمان گفتن یاد خواهی بگی دریاد. خب شما چرا یه بران علنا نکنی؟ چرا یه بران علنا نکنی که مردم بهش کنند؟ تیم خیر. راجب چی؟ راجب همیشانی که دیگه الان که امامت و امامت و ملاحظه که امامت امامت. خیر انشاءالله. شو میگه که از قشم تا دیاسک ریختن در نام جان مردم و اذیتشون میکنن، بلماشون رو میگیرن و به انواع مختلف اهل سنت رو اذیت میکنن. دوستار توحید سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. خسته نباشین. سلامت باشید. خواستم بگم که حالا که برنامه داره تمام میشه، همون کلیپ وضو رو اگه برامون بذاری یک دنیا تشکر میکنم. چشم، با امید خدا. تو طولانیه برنامه، کلیپ وضو طولانیه. خب چشم، میذارمش. خب چون برنامه تمام میشه برام کلیپ ها رو شروع میکنین، اون اگه اول بذارید که میخوایم ضبطش کنیم. چشم، با امید خدا. آقای سید بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید جناب. سلامت باشید. حال شما خوبه؟ سلامت باشید، بفرمایید. سرعت بفرمایید. اول این هستی آیه قرآنی هست پیش شما، سرصدا هست جناب. خب دوستان، این کلیپی که میذارم حالا وضوع طولانیه یه خورده، ولذا برنامه یه خورده زودتر تموم میکنم. یکی دو تا تلفن میگیرم. سلام بر شما، بفرمایید. الو.
بله بفرمایید. سلام بر شما. سلامت باشید شما. من رو شهادتین بخونم. بفرمایید خدا قبول کنه. شما؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان خوب خوب ماشاءالله. چه سودی؟ چه دروغ میگی؟ بگو من میخوام 100 تا شهادت بخونم بهتر نیست؟ چون خاک به سرید بعد وقتی عمری شهادت خوند مشرکید، شهادت علی رو عوض کردید، علی با شهادت یه مثال ماشا، شما به شهادت همچنان که مسیحیان یهودیان بر دین خود اضافه کرده شما هم اضافه کردید، هم ملعونید مثل ملعونان پیشی. سلام بر شما بفرمایید. الو سلام آقای دکتر. سلام بر شما جناب. سلام بشی فایبوز هستم از تهران. حال شما خوبه؟ سلام. خیلی مختصر که آخر وقته. بله بله آقای دکتر اگه چند دقیقه وقت بنده بدید. نه الان نمیتونم چون آخر وقته. چند سه چهار دقیقه وقت؟ نه 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 هیچی وقت نیست. اما خواستم چند بیت شعر بخونم. نه فردا انشاءالله فردا. خب دوستان ارجمند، ای بار خدایا به شهادت گویان، به هدایت شدگان برکت بده، به فحاشان و بازیکنان و کین توزان عذاب دردناک خودت را نازل کن و شرشان را سر ما بردار. ای بار خدایا از خمینی تا کلینی قبرهاشون را پر از آتش بگردان، که چون این نسلی پروراندند پر از کینه، فحاش، بدگو. ای بار خدایا ما را هدایت کن و ما را وسیله هدایت دیگران قرار بده، مریضان ما را شفا بده، مردگان ما را رحمت بکن و زندگان ما را برکت بده، مجردان ما را ازدواج صالح نصیب فرما، خانواده های مسلمان را خوشوقت بگردان، فرزندان ما را صالح و از بر و نیکی اونها نصیب مان بگردان، شهیدان ما را رحمت بفرما. ای بار خدایا مسلمانان مظلوم سوریه و عراق را پیروز بفرما و دشمنان اسلام و رافضیان را رسوا و نابود بگردان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوست کلیپ خواستان راجع به وضو که این کلیپ رو میذارم براتون. برای نماز برخواستید این اعمال رو انجام بدید. در حقیقت و وضو رو خداوند اینجا برای من به صورت کامل توضیح میده و میفرماید فاصلو، یعنی پس اولین کاری که باید بکنیم شستنه. چه قسمت هایی؟ وجوهکم و ایدیکم. وقتی که دقت میکنیم اینجا میبینیم که وجوه و ایدی هر دو مفتوح اومده و میدونیم که هر دو اینها به فعل شستن برمیگرده، یعنی که بشویید صورت هایتان و دست هایتان را. الان موافق و ادامه میده ومسحو و مسح کنید به رؤوسکم و ارجلکم. وقتی که دقت میکنیم میبینیم که بعد از وامسحو رؤوس که اومده، یعنی سرهایتان را مسح کنید، با کسره اومده، در حقیقت مجروره و این میدونیم که به فعل مسح برمیگرده که مسح سر هست و کلمه بعدی که اومده ارجلکمه، ولی این برخلاف رؤوسکم که با کسره یا ا اومده، این با دوباره با فتحه اومده، یعنی اومده ارجلکم. و خب میبینیم که بیشتر شبیه وجوه حکم و عیدی حکم هست و میتونیم بگیم که این به فعل فغسلو میتونه برگرده. شما ممکنه بگید خب نه، قاعدتا ما یه همچین چیز رو از کجا باید بفهمیم منی که آدم عامی هستم؟ میگیم خب تو همین آیه نگاه کن، وقتی که دقت کنی میبینی دو خط پایین تر دوباره همین فعل امسحو اومده، یعنی مسح کنید، و بعدش خداوند فرموده به وجوه حکم و عیدی کن.
و اینجا میبینی که هم وجوه و هم ایدی که بعد از امسح اومده با کسره اومده، یعنی مجرور اومده، و میدونی که این به فعل مسح کردن هر دو برمیگرد.